بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مضمون غذا و تغذیه حیوانی رو در خدمت شما هستیم. در این جلسه هم بحث مواد نایتروژنی یا پروتئین ها رو ادامه خواهیم داد. در جلسه پیش نکته مهمی که گفتیم این بود که ما مواد نایتروژنی رو به دو دسته تقسیم میکنیم: مواد پروتئینی و غیر پروتئینی. مواد پروتئینی رو شروع کردیم به توصیف اون، گفتیم مواد پروتئینی از واحدهایی به نام امینو اسیدها تشکیل شدند و این امینو اسیدها به دو طبقه بندی میشن به نام امینو اسیدهای ضروری و غیر ضروری. در ادامه بحث پروتئین ها را ادامه میدیم. از به هم پیوستن امینو اسیدها در نهایت پپتاید ها و در آخر پروتئین ها به وجود میاد، به طوری که اگر دو امینو اسید به هم متصل شه دای پپتاید، اگر سه تا به هم دیگه متصل شه ترای پپتاید، و اگر چند تا امینو اسید به هم متصل شه پولی پپتاید، و سرانجام از به هم پیوستن پولی پپتاید ها پروتئین ها به وجود خواهد آمد. در شکلی که پایین میبینین یک رابطه پپتایدی را نشان میده. این شکلی که اینجا من اسکن کردم البته از کتاب های ایرانیه، به همین خاطر پپتاید به پپتید گفته شده و پیوندم معنی رابطه رو داره، که در البته چپترهای شما من این موضوع رو اصلاح کردم. رابطه پپتایدی رابطه یه که عامل کاربوکسیل از یک امینو اسید به عامل آمینی از امینو اسید دیگه متصل میشه، همونطور که در این شکل هم میبینین و البته در این شکل بیشتر مشخص شده. پس امینو اسید ها با همدیگه پپتاید ها رو به وجود میارن، پپتاید ها پولی پپتاید ها، و در نهایت پروتئین شکل میگیرن. یک رابطه پپتایدی نوشته اینجا پپتاید باند اینطور شکل میگیره، یعنی یک امینو اسید از قسمت اسیدی خود و یک امینو اسید دیگه از قسمت آمینی خود با هم رابطه ایجاد میکنن، و رابطه‌ای که در اینجا شکل میگیره به نام رابطه پپتایدی گفته میشه، که در اثر این تعامل البته آب هم به وجود خواهد آمد. اگر ترکیباتی باشن که مثلا امینو اسید داشته باشن اما این امینو اسید از طریق رابطه پپتایدی به هم دیگه متصل نشده باشن، ما او ترکیبات باز هم پروتئین گفته نمیتونیم و او ترکیبات در اصطلاح ترکیبات امینو اسیدهای آزاد یا در دستبندی نایتروژن های ترکیبات نایتروژنی غیر پروتئینی تقسیم بندی میشه. پس پروتئین اگر امینو اسیدهای او از رابطه پپتایدی به هم دیگه متصل شده باشه، ما میتونیم بگیم که پروتئینه، وگر در غیر این صورت خیر. ترتیب قرار گرفتن و نوع امینو اسیدها دو عامل مهم در تعیین پروتئین ها به شمار میاد. ساختمان پروتئین ها مشکل ممکنه به چندین صورت در طبیعت مشاهده بشه: به صورت رشته های بلند، به صورت زنجیرهای پپتیدی هالوزینی یا فنیر شکل، ورقهای چین خورده و غیره. چون در بحث تغذیه هستیم، ساختمان و شکل پروتئین ها را فقط همین قدر برای ما اشاره کرده و من در چپترم آوردم، یعنی پروتئین ها از نظر شکل میشه رشته‌ای بلند بشه، رشته‌ای فنر شکل باشه یا ورقای چین خورده باشه. اینا شکل پروتئینی، شکل ساختمان پروتئین. اینا رو انشالله شما در کیمیای عضوی به جزئیات خواهید خواند، که وقتی میگیم پروتئین ها از نظر شکل مثلا 4 نوع هستن، یک نوعش رشته‌ای بلنده یعنی چطوره، و مثلا مثال اون میتونه در
موجودات چی باشن. اینا در کیمیای حیاتی بحث میشه، اما ما بیشتر طبقه بندی پروتون ها از نظر تغذیه انجام بدیم. فقط من یک اشاره بکنم به خاطر که پاراگراف یک نامی برده از انواع پروتئین ها از نظر شکل، من یک چند تا شکل رو از کیمیای چپتر کیمیای حیاتی خود آوردم شما با شکل اونا آشنا باشید. مثلا ما البته در ابتدا گفته باشیم که از نظر ساختمانی پروتئین ها را از نظر ساختمان و شکل ها به چهار دسته تقسیم میکنیم. در این بحث تغذیه ما به کار ندارم. یک حالت زنجیری یا همیش که اینجا نوشته به صورت رشته‌ای بلند، یعنی امینو اسیدها مثل دانه‌های تسبیح پشت سر هم دیگه قرار گرفته و رابطه پپتایدی بین اینها برقراره. این نمونه بسیار واضحه، این میتونه هورمون انسولین باشه. هورمون انسولین در واقع همینطور رشته‌ای از امینو اسید پشت سر هم دیگه قرار گرفته. این یک شکلی از شکل اولی از پروتئین های بعضی از پروتئین ها به این شکل هم. مثل گفتیم هورمون انسولین، بعضی از پروتئین ها به این شکل دیده میشن، یعنی عمو رشته های پروتئینی رو شما در نظر بگیرین که حول یک محور فرضی چرخیده باشن و به خاطر که حالت چرخشی از بین نره و ثابت بمانه، بین امینو اسیدهایی که از هم دیگه کمی دورترن رابطه هیدروژنی شکل میگیره. اینجا نوشته هیدروژن باند، رابطه هیدروژن شکل میگیره و این حالت فنری یا مارپیچی ثابت باقی میمانه. این هم شکلی از پروتئینه. یا در یک قسمت میبینین که رشته های از پروتئین به صورت صفحه در کنار هم قرار گرفته، از البته صفحاتی هم که چین خورده هم اصطلاحا به نام صفحات بتا در کیمیای حیاتی یاد میشه. این یکی رو به نام مارپیچ آلفان یاد میکنن و این رو صفحات بتا. به خاطر که این رشته های امینو اسیدی از هم دیگه باز نشن و این حالت صفحه مانند باقی بمانه، باز بین امینو اسید ها در رشته های مختلف رابطه هیدروژنی تشکیل میشه که هیدروژن باند اینجا نوشته شده است. یه شکل های دیگه از البته این دو شکل در کیمیای حیاتی به نام ساختمان نوع دوم یاد میشه، یعنی هر دو یک ساختمان گفته میشه. ساختمان نوع سوم پروتئین ها به این شکله که همون مارپیچ هایی که دیدین در شکل نوع دو در خود پیچ میخوره و به خاطر که باز پیچ خوردگی باز نشه و شکل پروتئین از هم باز نشه، امینو اسید های خیلی از هم دیگه دورن با رابطه هیدروژنی با هم دیگه رابطه ایجاد میکنه و این شکل سوم به وجود میه. و شکل چهارمی که در این پایین میبینین در واقع تشکیل شده از چند تا شکل سوم در کنار هم دیگه، یعنی یک شکل سوم، دو تا، سه تا، چهار تا مثلا در کنار هم دیگه میتونن شکل چهارم ساختمان پروتئین ها را به وجود بیارن. مثل نمونه بسیار واضحه مثل هموگلوبین خون که قدرت انتقال اکسیژن و کربن دای اکساید رو در خون داره. در این شکل، در این قسمت چهار شکل ساختمان پروتئین به صورت مختصر گفته شده. البته این اطلاعات انشاءالله به صورت بسیار جزئی در کیمیای حیاتی میخوان، اما چون در تغذیه هم اشاره شده به خاطری که گم نمانم به مطلب گم نمانه، من اینجا اشاره میکنم. پس پروتئین ها از نظر ساختمانی و شکل به چهار دستن: ساختمان نوع یک، ساختمان نوع دو، نوع سه و نوع چهارم. ما در اینجا زیاد با این ساختمان ها کار نداریم چون بحث کیمیاییه که اونجا بحث میکنه اینا رشته ها ممکن از هم دیگه باز شن و ساختمان ساختمان نوع دو باز شن شبیه ساختمان نوع یک شن، اما دیگه کار کردی نداره. یعنی هر ساختمان اگر همون جور که به وجود آمده
یک وظیفه خاصی رو انجام بده و اگر احیانا به هر دلیلی که میتونه دلیلش حرارت باشه مثلا، یا مثلا تکانهای شدید باشه مثل سفیده تخم رو که خیلی هم میزنین کف میکنه، اینا ممکنه که ساختمان پروتئین ها رو به هم برزن و در واقع کارکرد او هم به هم میخوره. اینطور نیست که اگر ساختمان مثلا نوع 3 تبدیل شد به نوع 2، نوع 2 بتونه او ساختمان نوع 2 بتونه که کارکردی داشته باشه. نه، به معنی که ساختمانی تعریف میشه برای یک پروتئین، اگر او ساختمان به هم بخوره دیگه کارکرد او پروتئین کاملا از بین خواهد رفت. مثال عمده ای هم میتونه آنزایم ها باشه. آنزایم ها جنسشون پروتئینه، اگر به علت تب در افراد، حالا تب ممکنه مثلا 40 درجه در نظر بگیریم، ساختمان آنزایم ها به هم میخوره و کلن شخصی که تب داره مریضه از بین خواهد رفت و انا لله و انا الیه راجعون خواهد شد. دلیلش هم اینه که آنزایم های بدن او کاملا از بین میره و چون تمام تعاملات بدن در حضور آنزایم ها به نام به عنوان کتالیست استفاده میشه، تعاملات بدن دیگه اتفاق نمیفته و فرد از بین خواهد رفت. خب ما به این تقسیم بندی البته کار نداشتیم، البته خیلی هم صحبت کردیم اما ما زیاد به این کاری نداشتیم. در درسای کیمیایتی اون مفصل باز بحث میشه. حالا من 3-4 دقیقه وقت شما رو گرفتم، در اونجا یک جلسه مفصل یا حتی 2 جلسه در مورد ساختمان پروتئین ها بحث خواهد شد و مثال های مختلفی زده خواهد شد. ما در پروتئین ها به این تقسیم بندی کار داریم. پروتئین ها را بر اساس شکل، ساختمان، همچنین خواص فیزیکی و کیمیایی آن به 2 دسته ساده و مرکب تقسیم بندی می کنیم. پروتئین ساده فقط از امینو اسید تشکیل شده و از نظر شکل ظاهری به پروتئین های رشته‌ای و کروی تقسیم بندی میشه. اما پروتئین های مرکب در واقع پروتئین هایی هستند که غیر از این که در ساختمانشان امینو اسید وجود داره، ترکیباتی غیر از امینو اسید هم در این پروتئین ها به وجود میاد. پس ما پروتئین های ساده را پروتئین هایی میدانیم که فقط از امینو اسید ها تشکیل شده و هیچ گونه ناخالصی در خود نداره. خود اینا به 2 دسته پروتئین های رشته‌ای و پروتئین های کروی تقسیم بندی میشن. پروتئین های رشته‌ای از رشته ها یا زنجیره های پلی پپتایدی ساخته شدن. این رشته ها توسط رابطه های عرضی به یکدیگر متصلن. رابطه های عرضی را شما میتونید در این شکل ببینید، البته این به او ربط نداره اما اینجا نگاه بکنین، رشته های از امینو اسید که با پل های عرضی که اتفاقا رابطه هیدروژنیه اینجا نوشته شده به هم دیگه متصلن و حالت رشته ای رو به وجود میارن. پس توسط رابطه های عرضی به یکدیگر متصلن. در حدود 30% از کل مقدار پروتئین اندام های حیوانی رو پروتئین های رشته ای تشکیل میدن. این گروه از پروتئین ها نامحلول یا نامنحله و حتی در مقابل عمل آنزایم های هضمی و گوارشی هم بسیار مقاومت از خود نشان میده، به راحتی قابلیت هضم نداره. مثل چی؟ مثل کلاژن، الاستین و کراتین. یعنی در واقع اگر ما اینا رو به عنوان پروتئین مصرف کنیم، کلاژن و الاستین و کراتینه، شما در واقع به عنوان پروتئین نمیتونید از اونا به عنوان منبع پروتئین استفاده کنیم، چرا که قابلیت هضم ندارن. بریم به اینا بپردازیم که اینا چی هستن. یعنی کلاژن، الاستین و کراتین که پروتئین های رشته‌ای پروتئین های ساده هستن چیا هستن؟ کلاژن
از مهمترین پروتئین های بافت پیوندی یا کانکتیو یا رابطه ای هستند. سر صنف من از بچه ها میپرسم که انساج کانکتیو یا پیوندی یا رابطه ای اینا چیا بودن و که شما در مضمون های مختلف خواندین. اونا البته اگر اینجا فعلا صنف حضوری نیست، من به صورت یک سلاید برای شما آوردم. بافت پیوندی یا کانکتیو تیشو یا از نسج پیوندی از نظر وظایف نقش حفاظت و پشتیبانی از انساج دیگر داره. این سلاید البته در چپترم زیاد بحث نشده، بیشتر اطلاعاتیه که شما باید می‌داشتید. به طور خلاصه حجرات بدن به 4 نوع بافت پایه به نام بافتای یا انساج پوششی، عضلانی، عصبی تقسیم بندی میشن. فراوانترین نسج در بدن انسان نسج پیوندیه، مثل غضروف ها، استخوان ها و خون جزوی به سلام نسج پیوندی یا رابطه یا همبند محسوب میشه. این نسج علاوه بر حفاظت و پشتیبانی از انساج دیگه باعث ارتباط ساختارهای بدن هم میشه. به همین علت اینا را کانکتیو تیشو میگن. مثلا خون باعث رابطه تمام انساج ها با هم دیگه میشه، مثل استخوان، مثل غضروف. اینا جزء انساج کانکتیو یا همبند یا پیوندی هستن. پس ما 4 نوع به اصطلاح نسج داریم: پوششی، عضلانی، عصبی و کانکتیو، که کانکتیو رو یکمی تعریف کردیم و اونای دیگه کاملا مشخص و واضح. پس کلاژن ها از مهمترین پروتئین های انساج رابطه ای، پیوندی یا کانکتیو هستن. در قرنیه چشم پروتئین اصلی رو تشکیل میده. این پروتئین ها اگرچه به صورت خام، نامنحل و غیر قابل هضم هستن، اما اگر چنانچه پخته شوند یا تحت تاثیر اسیدهای رقیق قرار بگیرن، به مخلوطی از پلی‌پپتیدهای قابل حل به نام ژلاتین تبدیل میشن. با افزایش سن حیوان مقدار این پروتئین در انساج ها یا بافت های ماهیچی زیاد میشه و موجب سختی الیاف گوشت خواهند شد. پس اینا در واقع البته غیر قابل هضمند. در البته شما اگر گوشت پخته شده را قشنگ باز کنین، میبینین که به واحد های تقسیم میشه که این واحد ها در واقع توسط یک پرده ای از همدیگه جدا شده که اینا میتونه کلاژن باشه و هرچه حیوان سنش افزایش پیدا میکنه این کلاژن ها هم زیادتر میشه، قطورتر میشه. به همین خاطر به اصطلاح گوشت حیوانات پیرتر سختتر خواهد بود. یکی دیگه از اینا کراتینه که جزو پروتئین های رشته ای گفته میشه. عمدتا به صورت رشته های مارپیچ در مو و شاخ و پشم وجود داره. این پروتئین ها کلا غیر قابل هضم و نامنحلن. برخی از انواع کراتین برخلاف کلاژن ها و مقدار زیادی امینو اسید سیستئینن. امینو اسید سیستئین از دو مولکول سیستئین تشکیل شده. سیستین، امینو اسید سیستین یعنی دای پپتاید سیستین، از دو مولکول سیستئین تشکیل شده و بنابراین به علت وجود اتصال دو اتم سلفر قابلیت ارتجاعی دارند. بعضی دیگه از انواع کراتین اتصال دای سلفایدی نداره، بنابراین قابلیت ارتجاعی هم نداره. پس کراتین در واقع اما پروتئین مو، ناخون، شاخ و پشمه. اینا قابلیت هضم نداره، خوردن اینا اصلا هضمی درشان وجود نداره. میگه که
اینا اگر خاصیت ارتجاعی دارن به این علته که مقدار زیادی امینو اسید سیستین در اینا وجود دارن. امینو اسید سیستین یکی از امینو اسیدهایی که عنصر سلفر یا به فارسی گوگرد یا اس درشون وجود داره. اس ها یا سلفر ها یا گوگرد ها وقتی در کنار هم با هم اتصال پیدا میکنن خاصیت ارتجایی به او امینو اسید یا او پروتئین میده. پس به علت وجود مقدار زیادی امینو اسید سیستئین که بین امینو اسیدهای سیستئین دو عنصر سلفر یا دای سلفید به وجود میه، این پروتئین ها ممکن خاصیت ارتجایی داشته باشن، مثل خاصیت ارتجایی که مو داره. یعنی مو را شما از دو طرف بکشین تا حدود کش میه، بعد اگر فشار زیاد باشه امکان پاره شدن وجود داره. خب اینا پروتئین های رشته‌ای بودن از مجموعه پروتئین های ساده. اما یکی دیگه از پروتئین های ساده پروتئین های کروی شکلن. بیشتر پروتئین های موجود در نباتات از نوع پروتئین های کروی هم در بدن به مقدار زیادی وجود داره و به صورت های گوناگون مثل آنزایم ها، هورمون های پروتئینی. چرا هورمون های پروتئینی گفته شده؟ چرا که ما هورمون های استرویدی یا هورمون هایی که جنسشون از چربی باشه هم داریم. پروتئین های ناقل اکسیژن و آنتیژن ها، اینا همه در واقع پروتئین های کروی هستن. پس میبینیم بسیاری از پروتئین های بدن پروتئین های کروی هستن. از مهمترین انواع گروه میشه به آلبومین ها که محلول در آبن، قسمت عمده پروتئین سرم خون و تخم مرغ رو تشکیل میشن و با حرارت البته منعقد میشن یعنی سفت میشن. و گلوبولین ها، بیشتر پروتئین های ذخیره‌ای در بذر نباتات، هموگلوبین خون، پروتئین اصلی شیر و ماهیچه ها جزو پروتئین های گلوبولین هن. من فقط به صورت اطلاعات عمومی اسلاید آوردم که وقتی از آلبومین صحبت شد بفهمیم که نقششون در بدن چیه. آلبومین در بدن کارهای مختلفی انجام میده. یکی از اونا نگهداری فشار آزموزی در مقابل به صلاب عوامل مختلفیه که فشار در بدن تغییر میده. پس فشار آزموزی رو به صورت ثابت میتونه نگهداری بکنه. حمل هورمون های تایروئید، حمل اسیدهای چرب آزاد. بیشتر داروها توسط آلبومین در خون گردش پیدا میکنن. تراز و تعدیل پیش، یعنی نگهداری پیش در حد معین خود. در کیمیای حیاتی میخوایم که پیش بدن حدوداً 7.4 و به مقدار ثابت هم هست. به هم خوردن پیش بدن باعث میشه که بدن کارکرد مناسب نداشته باشه. یکی از عواملی که باعث میشه بدن پیشش تعدیل و تراز بشه پروتئین به نام آلبومینه. انتقال بعضی از داروهای دیگه مثل پنیسیلین هم توسط آلبومین صورت میگیرم. اما گلوبولین هم یعنی به صورت اطلاعات عمومیه، در بحث امتحان نیست. گلوبولین گروهی از پروتئین های حلقوی یا کروی هستند که از آلبومین ها سنگین ترند و در آب محلول ترند. برخی گلوبولین ها در کبد و برخی در سیستم ایمنی در پاسخ به آنتیژن تولید میشن. گلوبولین ها در خون به گردش در میان یا در محل تولید عمل میکنن. به طور کلی البته پروتئین بدن انسان به سه گروه اصلی پروتئین های قشایی یعنی قشای حجرات، پروتئین های حلقوی و پروتئین های ساختاری یا فیبروز مانند کلاژن، کراتین، الاستین تقسیم میشه که قبلا خواندیم. پروتئین های حلقوی شامل دو گروه اصلی گلوبولین ها
و آلبومین ها هستند که الان گفتیم. گلوبولین ها مثل هموگلوبین، مثل میوگلوبین، مثل گلوبولین ها سه پروتئین اصلی خونن که عبارت هست از گلوبولین ها، آلبومین ها و فیبرونوژن. تمام پروتئین های پلاسما در ایجاد و تنظیم فشار آسموزی نقش دارند، اما مهمترین آنها آلبومینه. همچنین غلظت گلوبولین ها در خون در حدود 2.6 گرم در دسیلیتر می باشه. اینا البته به صورت اطلاعات عمومی بود، نیاز نیست بدانید، چون در چپتر مختصرتر اشاره شده که گفتن پروتئین های کروی شکل آلبومین ها و گلوبولین ها هستند. خواستیم که بیشتر در این مورد توضیح بدیم از منابع دیگه که در واقع اینا چی هستند. در جلسه آینده انشالله در مورد پروتئین های مرکب با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. پس چیزی که در این جلسه با هم دیگه خواندیم چیا بودن؟ ای که واحدهای تشکیل دهنده پروتئین ها امینو اسیدن و از طریق اتصال دایپپتید یا دایپپتاید به هم دیگه متصل میشن و اتصال بسیار زیادی از امینو اسیدها به روش یا به روش پپتایدی باعث تولید امینو پروتئین ها خواهد شد. پروتئین ها را از نظر شکل و ساختمان به چهار دسته ساختمان نوع 1، 2، 3 و 4 تقسیم بندی کردیم که به صورت اطلاعات عمومی من یکم توضیح دادم. اما در بحث تغذیه ما پروتئین ها را به پروتئین های ساده و مرکب تقسیم بندی می کنیم. در پروتئین های ساده که یعنی فقط از امینو اسید ها تشکیل شده، ما به پروتئین های رشته‌ای و کروی اشاره کردیم. پروتئین های رشته‌ای در واقع تقسیم می‌شد به کلاژن، الاستین و کراتین، و پروتئین های کروی تقسیم می‌شد به آلبومین ها و گلوبولین ها. در جلسه بعد انشاءالله صحبت می‌کنیم در مورد پروتئین های مرکب، یعنی بخش دوم از تقسیم بندی پروتئین ها. تا جلسه آینده خدایا رو نگهدار شما باشه.